اینم عرضی جان بابا خودت گفتی دیگه. چشم چشم، یه دقیقه اجازه بده تو. بله جان. به به، دست خانم درد نکنه. چرا، شما خواهش میکنم، شما بفرمایین، گندشو در نیارین، بردارین زودتر. بفرمایین مادر. دست شما درد نکنه، خیلی هم ممنون. جانتون قندم که براتون خوب نیست. چشم دخترم، یه دقیقه اجازه بده. به به دخترم، با درسا چطوری نرگس خانم؟ سپیده بابا، نرگس. آه بله، اینم برای دریا خانم. ولی بابا، یه دقیقه اجازه بده عزیزم. بابایی دخترم، من باید امشب یکی از مهیج‌ترین داستان‌های آژانس دوسی رو تعریف کنم. خواهش میکنم یکی دو تا از اون نوارای خوبت به من بده. اگه تلویزیون پولشو داد، دو سه برابرش برات میخرم. بله شانس آوردی سپیده جون. امشب بابات میخواد قصه آقا جواد رو برات تعریف کنه. یادته آقا جواد اون دوزده رو سوار کرد؟ شانس آوردم مامان. لابد برای این داستانت هم 4-5 تا نوار میخوای. نه دخترم، نگران نباش. صدیق خانم چند تا نوار به من داده که از اینا برای ضبط داستان استفاده کنیم و حرفارم توش داشته باشیم. تازه گفته برای اونام ضبطش کنیم. چرا زودتر نمیگی خانم؟ دست شما درد نکنه. پس بریم زودتر شروع کنیم. خیلی ممنون. چشم عزیزم، چشم. بله مادر، بله. بله ببین پسره جان، دیگه دروغ تو قصت نگو، قصه خودت بگو. چشم، من کی دروغ گفتم خون مادر؟ دروغ گناهه، دروغ نگو. بله قصه خودت. ولی خلاقیت و آفرینندگی رو چه کار کنم؟ خلاقیت و آفرین کار نداره، فقط دروغ نگو. چشم دروغ نمیگم. بله خب دخترم میتونه بگه چرا منو ول نمیکنه؟ خب یه دقیقه اجازه بده، یه دقیقه. سلام، این دفعه میخوام براتون یه داستان جنایی بگم. نه خیال کنین، اینم روزنامه‌ش. بفرمایین. یه مسافر جهنمی در اتومبیل بیباکترین راننده تهران. بله بعد از 14 همین ماه بود که جواد داشت برای خونهش خرید میکرد. خودتون نگاه کنین بابا، بابا رو ندیده بگیرین. خدافظ. سایه ماشین شما اید؟ بله. 5000 تومن بهت میدم، منو بس سر راه زدی. 5000 تومن؟ پول پیدا کردی؟ مسافر قطارم، نیم ساعت دیرتر برسم قطار رفته. آقا من کار دارم، امشب قول دادم بزنم که زود برم خونه. 6 تومن بهت میدم، قربون دستت، ثواب داره. 6000 تومن؟ دستت. آقا 5000 تومن حلال بریم. آقا فقط اینا رو باید ببریم بذاریم خونه بعدم. اشکال نداره، فقط عجله کن. آقا مگه نگفتی عجله داری؟ بودو خانم. صدیق خانم ببخشید، شرمنده. سلام جواد، آفرین که زود اومدی. من باید برم، ببخشید. ببخشید، اینا رو جمع کنم. باید برم. جواد میگم این مسافر آژانسه. بله صدیقه، میشنوی؟
جواد آخه غیر استاندارده خدا مرگم. بابا مگه پفک نمکی استاندارد داشته باشه لابد باید ایزو 9002 هم داشته باشه. جواد مگه آقای رئوفی نگفت فقط مسافرهای آژانس رو سوار کن؟ ببین صدی خانم 5000 تومن پول واسه 10 دقیقه تا تو شام حاضر کنی من برمیگردم. 5000 تومن برای 10 دقیقه؟ جواد آخه دلم شور میزنه اونا رو بده من. بگیر. میگم جواد اگه این آقای ها یه دونه بزنه تو سرت زبونم لال که میمیری. این؟ من 40 تا این حریفم چی فکر کردی؟ حریفی پس تا شما حاضر کنم من اومدم. خداحافظ جواد زودی بیا. اما خب شرمنده ها یه دونش هم حریف نیستی. تو مرگم بده. آقا قربون دستت یه تکوپه بریم در خونی یه تخت فرش هم دارم با هم دیگه برداریم. چشم چشم فقط زیاد که طول نمیکشه. نه یه دقیقه. آقا ایشالله به سلامتی کجا تش میبریم؟ جنوب. بچه جنوبی؟ بله. میگم بچه جنوبی هم ماشاءالله قد و هیکلم که رشیده. واسه چی کلا پشمی سرت گذاشتی؟ این مقدار سرمایی هم سرم باشه بهتره. مرد حسابی تو که میگی من سردمه وقت دمپایی پات کردی میگن سرما از پا منتقل میشه. پا تا اول از همت گرم کنی. حالا از شما چه پنهون؟ از صبح تا حالا از این نوک انگشتم تا اینجا انگار داره میسوزه. از اینجا به بالا اصلا یخ کرده از سرما داره میترک. قربون دست همینجا بکی سمت راست همین خیابونه. همین اولیه رو؟ بله. چشم. قطار راه نمیدن اون آقا آرومتر سنم دستم چیزی نگفتن ولی اینا تو قطار راه نمیدن آقا زودتر میفرستدی میرم مثل آرومتر تو اینو بذار جلو تا من سوار شدی من یه تلویزیون مونده بیارم و بریم. آقا بس یه خورده زودتر چون هرکی دوست داری من عجله دارم.
اصلا نگران نباش. الان از یه راهی میبرمه. 10 دقیقه ایستگاه باش. عجله نکن. آقا مگه نگفتی مسافری باید نیم ساعت ایستگاه باشی؟ میبرمت دیگه. پشیمون شدم. یعنی چی پشیمون شدم؟ پشیمون شدم دیگه. فقط یه سن میریم خونه آبجیم. از اونجا هم میریم فردیس کرج. فردیس کرج؟ ای آقا شوخی نکن با ما. فردیس کرج چیه؟ یه قدمه. یه گاز بدی رسیدی. چی رو یه گاز بدی رسیدی مرد حسابی؟ 20-25 کیلومتر راهه. من از سر صبح نشستم پشت فرمون ماشین. تازه به زنم هم قول دادم شب زودتر برگردم خونه. حالا راضیت میکنم. تو برو. آقا اصلا مسئله پولش نیست. شما مگه با من تا راهن تهی نکرده بودی؟ راهن کجا؟ فردیس کرج کجا؟ این دوتا چه ربطی به هم دیگه داره؟ شما آژانسی، من مسافر. هر جا که من میگم باید بریم. کی هم چه حرفی زده؟ من زدم. یعنی من اختیار ماشین خودم نرم؟ مکه نداری. اینجا هرچی من میگم باید بشه. هر جا که من میگم باید بری. بی خودی هم سرستان اگه هرچی که دیدی از چشم خواهید دیدی. رفیدی همینجا زدم ناکارت کردم ها. را تو برو جو تریا کن. آخه ببین عزیز من، قربون شکلت برم، من واسه خودم 1000 تا کار بدبختی دارم، زندگی دارم، زن و بچه دارم. بابا شب بزنم قول دادم زود برم خونه. گفتی راهن، گفتم چشم. دیگه فردیس کرجش دیگه چیه؟ گفتم که گفتم داداش، 100 بار دیگه هم میگم. تو راننده ای، من مسافر. هر جا هم که من میگم باید بری. بابا 1000 تا ماشین تو این تهران است. خب این وسایلتو جمع کن ببر بنداز توی ماشین دیگه. تو برو. چشم آم مرگم بده. نصف شب شد هنوز نیومده خونه. جواد آخه اون چی بود سوار کردی قول بیابونی؟ خدا مرگم. الو سلام هوشنگ خان، حال شما خوبه؟ سلام صدیق خانم، خوبم شکر. شما خوب هستین؟ ببخشید جواد هست؟ نه جواد هنوز نیومده خونه. میدونین یه مسافر غیر استاندارد و برد برسونه. غیر استاندارد؟ ها، اما یه وقت به آقای رؤوفی نگید و عصبانی میشه. نه مطمئن باشید من هیچی به همون نمیگم. اگه اومد اونجا بگیم به من زنگ بزنه. ممنونم، خداحافظ. باز این حالو گیری یه آدم قلطاق افتاده. حالا معلوم نیست چه بلای سر خودش بیاد. خدا مرگم بده. گلاب خانوم خوابی که خدا مرگم بده. سلام صدیق خانم. سلام گلاب خانم. طوری شده؟ میگم آقای تهرانی خونه است. آره تهرانی هست، بیا بریم تو. میدونی جواد هنوز نیومده خونه. خب عیبی نداره عزیزم، بیا بریم تو. آخه بچه ها خوابن و اینا. اشکالی نداره، مادر و تهرانی بیدارن، حتما تهرانی ازش خبری داره. خدا مرگم بده. چی شد؟ میگم عصری خب جواد اومد دم خونه. بله. اون وقت یه مسافر داشت. بله. اما خب بگم غیر استاندارد بود. راست میگه، منم دیدمش. چی بود؟ اگه آژانس یه مسافری باشه که مال خود آژانس نباشه اون وقت غیر استاندارده. اما خب عین دیوونه ها بود. کلاهشو کشیده بود تا زیر ابروهاش. و جواد گفت تا شامو حاضر کنی من میام، اما هنوز نیومده. بشینید یه چایی بخورید، انشالله پیداش میشه.
میگم این وسایل مال خودتونه؟ چطور مگه؟ آخه تو اساسنامه اومده اگه یه مسافری تو شب خواست بره خارج از شهر وسایل همراهش بود باید حتما مجوز کلانتری داشته باشه. بقیده من یه سر بریم کلانتری حتما. کلانتری برای چی؟ خب برای حمله همین اسباب باید مجوز بگیریم دیگه. من اصلا خودم یه رایی بلدم که اصلا مجوز نمیخواد. تو راه تو برو. ای آقا حرفای میزنی آقا رو شکله. زدیم و تو راه به گرفتنمون. اون وقت من بدبخت جریمه میکنم به خاطر نداشتن مجوز. بریم یه سر کلانتری. تو اصلا انگاری زبون خوش حالید نمیشه. حرفی که من بد میزنم باور کن. راه تو برو. یه سر بریم کلانتری بد نیستا. به سمت راست. به سمت راست. نمی‌پیچم. به سمت راست. گفتم به سمت راست. من تو پردیسی گراش نمی‌ری. پردیسی می‌خوام برم. به سمت راست. نمی‌پیچم. به پیچ. من دست توئه. به سمت راست. نمی‌پیچم. به سمت راست. نمی‌پیچم. به سمت راست. به سمت راست. به سمت. به سمت. اینجا فریس کرجه؟ خارم بیه اصلا با احتیاج داره. خدا نشه رفتی داره. من هر جا بهت بگم باید بری. هر جا بهت بگم باید بری. خب تو بیرم. من خودم زن و بچه دارم. اجیل بچه میخوای تو؟ بگیرم میگوشم ات. کمک. کمک. بزنی در بیری آمد اگه مردی بایستا آقا بارو کمکم خود بگیرش آمد اگه مردی بایستا اگه دستان به درسته خدا مرگم بده ساعت دو و نیم صبح وقت جواد هنوز نیومده خونه میگم نکنه زبونم لال زبونم لال اون مسافر غیر استاندارد بلایی سرش آورده باشه شامشم نخورده تفلک فردوس آه. خیلی دیر کرده آخه یعنی کجا رفته نباید اینقدر دیر میکرد شاید بلایی سرش اومده نه نمیدونم کجا رفته که برم دنبالش از دست این کارهای جواد چرا اینجور مسافرها رو سوار میکنه نمیدونم میگم صد بار بهش گفتم جواد فقط مسافرای آژانس رو سوار کن هیچ وقت به حرف من گوش نمیده حالا از کجا مطمئنی که اون مسافر باعث دیر اومدن آقا جواده از قیافش از قیافش فهمیدم چه شکلی بود؟ قول بیابونی وای من دزما مادر من دزما دزما چیه بچم؟ این حرفا چیه؟ قول چیه؟ بشینین یه جوری یا اینی که ماشینش پنچر شد یا خدا نخواست تصادفی کرده مادر تصادف؟ زبونم لال خدا نکنه تصادف کرده باشه کجا میرین حالا؟ میرم ببینم کجا رفته جواده جواده اومد جواده بریم
چه بلایی سر خودت آوردی پسر؟ این چه سر و صورتیه؟ جواد مگه نگفتم و با او هیکلش یکی بزنه تو سرت اینجوری میشه؟ من دوزبا بود خودش بود نه؟ جواد سمسو نا بابا بریم بالا برای خودم اصلا بریم خونه ما یه گونی کاف زبون در خونه بخوریم بریم با نوا تو نیمو داریم؟ آره خدا رو برگم بده برم قاشق بیار و قرچه آدم از دست رفت جواد جواد بریز بریز بسته برو قاشق بیار برو تو مرگم بده بیا جواد بیا بخور بخور میگم جواد رفته بودی دکتر نه کلانتری کلانتری مگه کلانتری بیمارستان داره جواد پلیس ها سر تو بام پیچی کردن یه مسافر سوار کردم دوست عذاب در اون دوست تازه قدش هم اینقدر بود جواد بلندتر اینقدر اولش گفت مسافر قطاره تا نیم ساعت دیگه باید راه هم باشه همچی که سوار ماشین شد گفت باید بریم دم خونمون یه تخت فرش هست برداریم خب اینجا بود که شک من بیشتر شد شکت بیشتر شد؟ آره همچی که سوار ماشین شد یهو نظرش عوض شد گفت آقا من دیگه راهن نمیخوام برم میخوام برم فردیس کرد فردیس کرد؟ آخه مرد حسابی آدم ساده تو هم گفتی بفرمایی تا برزونم بد بله؟ آی تهرانی میذاری تعریف کنم؟ جواد دواش نکن برم بله هی سوال پیچش کردم هی ازش سوال پرسیدم گفتم چطوره بریم مجوز حمله اساست از کلانتری بگیریم؟ ولی همچی که چشم به دستای خونیش افتاد خون؟ فهمیدم کاسه زیر نیم کاسه است خون؟ آره این همه سریال جنایی نگاه میکنی هیچ یاد نمیگیره هیچ یاد نمیگیری بله هی فکر کردم چطور میشه هی فکر کردم ببینم چطور میتونم بندازمش تو هچل آخه بچه جون مگه تو پلیسی خدا نخواستایی به مزنن نفلت میکنم مگه تو کار زندگی نداری راست میگه بله خواه جواد فکر نکردین که بلایی سرتون میاد؟ خانم بلا سرش اومده مگه نمیبینین؟ خب تعریف کن بعدشی اولش خودشو زد به خواب بعد یهو چشاشو باز کرد فرمون از دست من کشید و هلم داد جواد با یه آجاری هندلی چیزی میزدی تو ملاجش اما اون وقت میمرد نه؟ اونم میخواست منو بکشه تو رو میخواست بکشه میزدی تو ملاجش بالاخره چطوری فرار کردی؟ من فرار کردم؟ بله نه. یعنی به قیافه من میخوره فرار کرده باشم؟ بله نه از همون اول فهمیدم یارو یه چیزیش میشه واسه همین یه پیچگوشی گذاشتم بغل صندلی خب همچی که حواسش نبود پیچگوشی براشم کردم خب بعد یه چیزی درگیر شدیم مردم رسیدن زد به چاک فرار کرد در رفت من بعدم رفتم کلانتری از سیر تا پیاز قضیه رو واسه شون توضیح دادم اون وقت شما رو یعنی به شما شک نکردن ها؟ جواد اذیتت نکردن ها؟ اذیتم کنن؟ ها؟ تازه کلی هم تحویلم گرفتن باری کلا یعنی اصلا به شک نکردن؟ راستش اولش که قیافه منده یه خورده سوال پیچم کردم ها. بعد که براشون داستان تعریف کردم خب کلی ازم تشکر کردم تازه عکس یارو رو عین خودش کشیدم براشون آفرین جواد همون جوری گنده بعد به من گفتم برو خونه استراحت کن اگر کاری داشتیم باهات بهت زنگ میزنیم منم گفتم که باشه میرم خونه یه خبر میدم بعد میام اینجا تا شما رو ببرن دم همون خونه که این وسایل رو سوار کرده بود باریکلا جواد خب آدرس میدادی خودشون میرفتن بله ببین صدی خانم آقای تهرانی من مسئولم تا اون جونور دستگیرش نکنم من خیالم راحت نمیشه باریکلا منم باهات میام کجا میری؟ خودم شروع کردم خودم هم تمامش میکنم اصلا امکان نداره من باید باهات بیام پس رفاقت به چه دردی میخوره؟ تازه تو با این قیافه‌ای که برای خودت درست کردی اصلا صلاح نیست که تنهایی بری اینو تو زحمت میافتید آخه میدونی چه آدرس خونه رو اون یارو داره اینجا رو داره مادر آدرس اینجا رو داره آخه جواد جان چرا هر کس ناکسی نمیاری در خونه آدرست بلد باشه بله چرا میاری دیوونه است حالا اتفاقیه که افتاده صدی خانم شما همینجا خونه ما تشریف داشته باشین من و جواد میریم و برمیگردیم خدا حافظ شما کاپشن من بله اونجا خب بیا بخور جواد جان خداحافظ درارم قفل کن خداحافظ
خداحافظ. عدس این جواد دیوانه که آدرس خونه به هر کس ناکسی میده. جناب سوان، تقریبا این شکلی بود قیافش. واقعا که این من دوزماست. علامت مشخصه توی چهرهش نداشت؟ حالا قدش اینقدر بود دیگه، دو متر بیشتر بود. نه نه نه، خالی، زخمی، عمل جراحی صورتی. نه چیزی خاصی نداشت. خب مرد حسابی، اینم آدمی که تو سوار کردی؟ همقدر تو بود؟ فکر آبرو آژانس خانواده تو نکردی؟ جم سربان، یک لحظه تشریف بیارید. رعوفی رو چی میگی؟ پشت در نگه داری، میدونم خواب نیستی. شوکته. سلام شوکت خانم، حالت خوبه؟ سلام صدیق خانم. صبح کله سحری کفگیر جلسه چی کار میکنه؟ حلیم پختی؟ حلیم؟ آخی، آره دیگه میخواستیم حلیم بپذیم ما. آره حتما با گلدون و عصا. وا نمیخوای بگی نگو، ولی دروغم نگو، چون اصلا بهت نمیاد. دیشب تا کی سر صداتون بود؟ برقاتون هم تا نصفه شب روشن بودش. آقا جواد و آقای تهرانی رفتن بیرون، چیکار داشتن؟ سر آقا جواد چرا بان پیچی شده بود؟ آخی سرشو دیدی؟ بازم بگو هیچی نشد. شما بیدار بودین؟ آره، ولی نه از روی کنجکاوی. راستش صدای شما بودش که منو بیدار نگه داشته بود. ها، حتما همینطوره. چیزی نشده عزیزم. ای آقا جواد، یه مسافر سوار کرده. مسافر آجاز خودشو نبوده، دو زمین داره ما. حالا درد خوردشو شده، دواشو شده. حالا جواد و فردوس رفتن کلانتری که با پلیسا کمک کنن. مادر جو خدا حافظتون. ببخشید. صدی خانم با اجازتون، من دیگه باید سرم. خانم تهرانی مزاحم شدی، ببخشید و خدا حافظ. خدا مرگم بده جواد جان، ترسیدی؟ آخه ما ترسیدیم. متوجه هستم جواد جون، بیا تو در. سلام آقای تهرانی. سلام خانم. حال شما؟ مرمت شما. سلام آقای جواد. خدا بد نده، بمیرم الهی، چه به روزش آوردن. راستی صدی خانم، من هیچی به هیچ کس نمیگم، مطمئن باشین.
رازتون رو پیش خودم نگه میدم. خدا حافظت. خدا حافظ شما خانم. سلام برسونین. خدا محرمت شما زیاد. خدا حافظ. این موقع اسلوب شوکت خانم اینجا چه کار داشت؟ منم شوکت. آخه صدی خانم مگه شما نمیدونی اگه شوکت خانم یه چیزو بفهمه تمام اهل محل خبردار میشن. جواد جان به خدا من هیچی بهش نگفتم. راست میگه، ما هیچی به هیچ کس نگفتیم. خب از چی گفته؟ مادر. من به شوکت خانم گفتم آقا جواد. سلام مادر. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلام مادر. بله دیگه خب وقتی مادر گفته باشن دیگه بله مادر دیگه. جواد جان من میرم یکم دراز بکشم، تلفن زدن خبر بده منم باید بیام. نه 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 ممکنی منم باید بیام. شما بهتره برید سر کار. میدونی چیه؟ یه جوری به آقای رؤوفی این داستانو بگید که همچین زیاد خلقش تنگ نشه. خیالت راحت باشه جوان، حتما طوری میگم که آب از آب تکون نخوره. خب خانم با اجازتون من رفتم. خدا حافظ مادر. خدا حافظ. به خدا باید بیام. نه 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 اصلا تعارف نمی کنم. جدی میگی؟ مطمئنی؟ خدا. خیلی خوب. خدا حافظ. درم از فش قفل کنین. خدا حافظ. باشه چشم. مرحبا. بیام ها. نه قربون خدا. آقای رؤوفی بالاخره از دست شما من سکته میکنم. همون جان خدا نکنه انشالله 120 سال عمر کنی ساعت از سر من کم نشه. چیزی نشده خودتون ناراحت بکنین. چیزی نشده؟ چطور چیزی نشده؟ آبروم رفت، حیثیت چند سالم از بین رفت، اعتبار آژانس، آژانس دوستی. بابا جان مگه من به شما نگفتم که مسافر غریبه سوار نکنین، مسافرهای آژانس خودمونو بگیرین؟ نگفتم؟ آقای رؤوفی بند خدا جوادم که نمیدونست این جوون 20-25 ساله دزد و قاتل و چه میدونم از این چیزا از آب در بیاد. حالا شما بفرمایین آب قند رو نوش جان کنیم. نمیخورم آقا آب قند، نمیخورم. شما دارین منو میکشین، دارین منو از بین میبرین. من میدونستم که این پسره بالاخره با این آرتیست بازیاش یه بلای سر من میاد. من میدونستم. اوشنگ بله بینچه بینم. تو گفتی استخدامش کن، تو باعث شدی اون اینجا کار بکنه. حالا بگو آقا من چی کار کنم؟ ده بگو دیگه من چه کنم؟ عمو جان لازم نیست کاری بکنی، ایشون داره با پلیس همکاری میکنه، بعد که اونو دستگیر کنن. بعد خب ما باید بهش دلگرمی بدی، برحال هرچی باشه. خب اون دوست ماست. بله دوست ماست، همکار ماست. ما باید مهربونی بهش بکنیم، کمکش کنیم. بله آقا بس کنید دیگه، بس کنید. باید مهربونی بهش بکنم. بفرمایید. بفرمایید اینا. برید دنبال دوزا، چرا اینجا واسدین دیگه؟ آژانس رو ترک کنین، برید دوزا رو بگیرید. یا بفرمایید دیگه. بریم فرداشم. کجا داری برید؟ وای بردم. آقای رؤوفی اجازه بدین شما رو برسونیم دکتر. نمیخوام دکترم ببرید. نمیخوام آقا، قلبم درد گرفت از دست شما ها. آخ آخ آخ. زنگ بزن آقا، زنگ بزن آقا میگم، زنگ بزن به خونه جواد، زنگ بزن بگو رؤوفی دیگه نمیخواد تو رو ببینه. زنگ بهش بزن. عمو جان عزیزم فرداتون بشم، اگه زنگ بزنیم بهش بگیم اون دق میکنه. بیچاره منم یا اون؟ خب بیچاره شمایی. بله بیچاره واقعا شمایی. من نمیفهمم. بله. این پلیسه؟ این چی کار داره به کار پلیس؟ ها؟ اگه قرار باشه که راننده ها پلیس بشن، پلیس ها بخوان راننده بشن، خب خیلی خوب، پس منم میشم رئیس کلانتری. رئیس کلانتری؟ آره دیگه، رئیس کلانتری. آقا جان من رئیس آژانس هستم. باشیم. من باید تعیین بکنم عزیز من که کی اینجا کار بکنه، کی کار نکنه. بلد. من همه این بدبختی ها رو از دست این هوشنگ ببینم، از زیر سر این هوشنگ. زنگ بزن آقا، زنگ بزن به خونش. زنگ بزن زگه دیگش اگوچ که اگوچ. چی شو؟ اشغاله. تا آزاد بشه من برای شما یه چای دبچ میارم. منو داری مسخره میکنی؟ آقای تهرانی؟ کی؟ من؟ شما رو؟ خدا نکنه آقای رؤوفی. این فرمایشات چیه میفرمایی؟ یه چای براتون میارم. الو
الو صدیق خانم. سلام، حال شما خوبه؟ سلام علیکم، حالتون چطوره؟ حال شما خوبه؟ دیدی گفتم عموم قلب مهربونی داره. بله بچی، بکردین که من از صدیق خانم میترسم، عموم قلب مهربونی داره. صدیق خانم، به این آقا جواد بگین دیگه پاشو توی آژانس نذاره خانم، نیاد دیگه اینجا. بله نمیخوام بیاد اینجا. بهش بگی دست از این کاراش برداره، این کارا خطرناکه. مملکت قانون داره، پلیس کار خودشو میدونه. این آقا چرا دخالت میکنه؟ چرا ما رو گرفتار میکنه؟ چرا ما رو بدبخت میکنه خانم؟ همینست که بهتون گفتم. بله خداحافظ شما. بله خداحافظ. دیدی اخراج شدی جماعت؟ خدا مرگم بده. صدیقه بیدار شدی؟ آخه کسی زنگ نزد؟ کی جواد؟ کی زنگ نزد؟ آقا پلیسا دیگه. پلیسا نه، پلیسا که زنگ نزدن. کس دیگه مگه زنگ زد؟ جواد میگم خونه چه نامرتبه، تمیزش کنم. بیا بیا. حالت خوبه؟ خوبم. نه جواد خوب نیستم. چیزی شده؟ میدونی؟ آقای رئوفی زنگ زد وقت گفت دیگه نمیشه بیای سر کار. از پلیسا زنگ نزد. جواد اخراج شدی. ولی سلام علیکم جناب سرو. خوب هستید شما؟ قربون شما. الان میام خدمتتون. چش چش. بله بله نه خواهش میکنم قربون شما. خداحافظ. من یه وقت برم کار دارم. جواد اخراج شدی. ببین صدیق خانم، آقای رئوفی قلبش مهربونه، همه چی درست میشه، نگران نباش. خداحافظ. خداحافظ. شما میشناسینش؟ بله میشناسمش. این پسره چند سالی که خونه پدر و مادرم رفت آمد داره. مادر بیچاره چقدر ازش پذیرایی کرد. پدرم هر کمکی که از دستش برمیومد براش انجام میداد. البته اینم توی کارای خونه به پدرم کمک میکرد. مثلا میخواست یه باغچه بیل بزنه، یه کار سنگینی داشت تو خونه کمکش میکرد. اصلا باورم نمیشه. همیشه فکر میکردم این پاکتر از همه ی عالمه. پدر بیچارم تازه داشت برای خواهرش جهازیه جور میکرد. من خیلی متاسفم. حالا شما میدونید کجا زندگی میکنه؟ بله منزلشو فردیس کرده. پس احتمالا اون شب هم داشته میرفت خونه. شما لطف میکنید با ما همکاری کنید همراه ما بیاین؟ البته. سلام مادر، خسته نباشید. ببخشید. ایرج خونه هستش. شما کی هستین؟ من دوستای خیلی نزدیکشم، رضا اسمم. می‌خواستم حتما ایرج رو ببینم. یه کار خیلی واجبی باش داشتم. من شما رو تا حالا ندیده بودم. ایشون دیشب کلید خونه آقای اکبرزاده اینجا جا مونده بود. آقای اکبرزاده اومد عقب کلیدش نه، پسرم نبود. نبود شما بعدا من گفتم اومدش پسرم گفتم برو کلید آقای اکبرزاده رو بده. رفته کلید آقای اکبرزاده رو ما
اونجا خونه آقای اکبرزاده. تا دیشب به خلیم خونه آقای اکبرزاده. دیشب پسر کوچیکم پرستانم خونه همسادمون زنگ زد گفت هیچ کس گوشی رو بر نمیداره. پسرم اومدش و گفتم بس برو تهران ببینید چه خبره. رفته اونجا، اونجا خونه در محاصر است. پسرم زنگ زده که خونه در محاصر است. تو رو خدا اگه خبری داریم بر ما بدین. پسر کوچیکتون برگشته الان؟ نه آقا، از تهران زنگ زده که اینجا خونه در محاصر است. نه خونه هیچ کس خونه نیستش. تو رو خدا اگه خبری داریم به ما بدین. بسیار خوب، اگه خبر شد من حتما به شما اطلاع میدم. با اجازهتون ببخشید. خداحافظ. ظاهرا مادرش از قتل و دزدی بی‌خبر، اما اینو میدونه که ما خونه مردمی رو محاصره کردیم. از طرفی نگران پسرش، اما من بهش چیزی نگفتم، بهش اطمینان دادم که حتما کمکش کنم. پسرش هم احتمالا سری به این خونه خواهد زد. اگه شما دستور بفرمایید ما خونه رو کاملا محاصره کنیم. ببخشید این تلفن همراهتون رو میدیم اگه زنگ بزنم. خدمت شما. ببخشید. 021 باید بگیرم دیگه. بله. اینو باید بزنم. بله. الو. الو. الو، سلام صدیق. سلام جواد، حالت خوبه؟ کجایی؟ آره خوبم. الان با جناب سروان وایسادم دم خونه مظنون. جواد الو، الو، صدات قطع و وصل میشه، با چی حرف میزنی؟ الو، الو، با موبایل جناب سروان دارم باهات صحبت میکنم. جواد نمیای خونه؟ فکر کنم امشب یه خورده دیرتر بیام. جواد آخه چرا اینقدر تو کار پلیسا دخالت میکنی؟ ببین صدی خانم، اون یارو داشت منو میکشت. در ذهن من مسئولم، تا اون جونو برای دست که نکنه خیال من راحت نمیشه. جواد پس مواظب خودت باش. خیلی خوب، تو هم مواظب خودت باش. شب تنها نمونی ها. باشه، میرم پیش خانم تهرانی. خداحافظ. اینو باید بزنم؟ دست شما درد نکنه. اما شغل شما خیلی سخته، کار سختی. آقا خودشه. جناب سروان خودشه. 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 یازده سوژه مورد نظر داخل کوچه میشه. نفروشون شما بشه. کار دستگیری دوسته و خاطر کار ماست. سرگاهی داری با هم Come on.
قبل از اون اتفاق من خونه آقای اکبرزاده اینا بود. تمام روز باغچه‌شون رو بیل می‌زدم تا شب. شب هم همونجا موندم. صبح اون روز وقتی خواستم برم هیچ که خونه نبود. کلیدم رو در جا گذاشته بودم. کلید رو برداشتم و رفتم. عصرش آقای اکبرزاده رفته بود در خونه‌مون رو از مادرم سراغ منو گرفت. خونه نبودم. فرداش خواستم برم و کلیدا رو بهشون بدم که بازم کسی خونه نبود. کلید انداختم و رفتم تو. هیچ که خونه نبود. وسوسه شدم و مشغول جمع کردن اسباب بودم که صدای در اومد. ترسیدم. دیدم آقای اکبرزاده است. اومد تو حیاط. رفتم تو حیاط خلوت که قایم بشم. دیدم خانومشون هم همراهشون. اومدن دم آشپزخونه. متوجه دمپایی هم شدم. دیدم گیر افتادم. مجبور شدم و دست به اون کار زدم. امضا کن. خیلی خوب. ببینید. سعی کن یه چند نفر سرباز رو با خودت ببر موضوع بش باشه. دست شما درد نکنه جناب صاحب. دست شما درد نکنه. اینم از قاتل دستگیر شده باجا. والا من اصلا نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. البته باید ببخشید ما تو کار شما دخالت کردیم. من خواهش میکنم شما خیلی هم کمک کردی. فقط از این به بعد مواظب باش هر کسی رو سوار ماشینت نکن. جواد بی‌باک‌ترین راننده تهران تو رو میگه. چه معروف شدی. ما اینیم دیگه. به به واقعا که گل کاشتی آقا جواد. خوشن چشمو برده بیا. زمنان آقای تهرانی؟ بله بفرمایید. جواد خبرش کن. ای به چاش. ولی عمو جان خود شما گفتید که اصلا جواد نباید حق نداره پاشو بذاره تو آژانس. بله آقای رئوفی تازه زنگ زدین خونهشون به صدیق خانم هم گفتین. حرف دارین تو دهن من میذارین؟ من که جواد بیرون کردم؟ گفتم زنگ بزنین جواد بیاد اون باعث افتخار ماست. بله جواد باعث افتخار ماست. جان فردو آقا پشیمونه شده زگن با بگه زگن او گوچگه. آقای رئوفی باید خدمتتون عرض کنم که با این تصمیمی که گرفتین در زندگی اصلا پشیمون نخواهید شد. من همین الانشم پشیمونم. پتو لوس نکن پتو بنداز پایین. در ما. الو سلام عرض میکنم صدیق خانم. لطف کنیم به آقا جواد بگین که آقای رئوفی گفتن بیان آژانس سر کار. اه راست میگی؟ آخه بله خیلی خوشحال میشه. ممنونم. خداحافظ. جواد آقای تهرانی چی میگفت؟ میخواد که تو برگردی سر کار. آقای رئوفی رو میگم. میدونستم قلب آقای رئوفی مهربونه. پاشو دیگه جواد باید بری سر کار. پاشو. و به این ترتیب ماجرای من دوز ما و مسافر جهنمیم به خیر گذشت. یا حق.